بریم سراغ تست بعدی. تست بعدی گفت صحیح در اعلان، همه جوره برای تست گذاشتم. حالا گفته خطا در اعلان. حالا ببینیم خطا کدوم گزینه در میاد و چرا. تو گزینه یک ریشه یقزه چی بود؟ یادت هست؟ قضیه. خیلی خوب، یقزه قضیه بوده شده یقزی. یه چیزی هم بهت گفتم، گفتم وقتی که میبینی یک فعل مجزوم شده، چون ان نشونه مجزومه دیگه، ولی حرکت داره آخره که اون فعل ناقص بوده، یقزی بوده که اومده ان حرف داره حذف کرده، پس یکمون درسته. بریم سراغ بعدی. تو دو آفو، آفو ریشش چی بود؟ عفوه، عفو کردن در از بخشش. خب امر ساخته، امر که ساخته باشه اوفو بوده، اومده این واو چیکار کرده؟ حذف کرده. همون قاعده که مجزوم میشه حرف ال بعد حذف بشه از آخرش، جفتش الان رو همین قاعده بوده، پس حذف کرده شده اوفو، پس دو هم درسته. بریم سراغ سه. یعشو صرف اصلیشو بگو چی بود؟ ایش، عیشه. خیلی خوب، یعیشونه بوده، یعیشونه رو ان ناسبه اومده نون از آخرش حذف کرده. خب حالا یه باز چی از وسطش افتاده؟ تو اجوف کی حرف ال حذف میشد؟ زمانی که بعدش ساکن بودش، الان که ساکن نیست. شما وقتی که تو داری میخونی یعیشو، شو که میخونی شین، یعنی چی داره؟ او داره. پس اینجا حرف ال نباید حذف میشده، حالا که حذف شده اشتباهه. پس بنابراین گزینه 3 باید جواب غلطمون باشه، ولی 4 هم چک کنم. یونهیونه بوده که نونش حذف شده، بعد لاک اوواده نونش حذف شده، حالا دو تا واوای بغل هم دیگه بعد اولی چی میشده؟ حذف میشده. پس اینم درسته، پس 4 هم درسته. پس 1 3 4 نظر میخوام 1 2 و 4 درست بودن، 3 اشتباه بود، چون درستش باید میشد ان یعیشو. بنابراین گزینه 3 جواب انتخاب شده به عنوان گزینه خطا خواهد بود. تست بعدیمون که تست انسانی 93 هم هستش. خب من نمونه تست رو توی وسط درس هم گفتم، یادت باشه، همونجا که اعلال اجوف رو توضیح دادم، گفتم ساکن باشه حذف میشه، نباشه نباید بشه، اونجا سر یا سیرو رو یادت باشه برات مثال زدم، عین همون تسته، عین گزینه 3 تست قبلیمونه. ببینید الان تو این تست اولا خطا رو خواسته. خب حالا ببینیم چرا جواب 2 میشه. تلفظ کن سون، درسته؟ سون به قول معروف میگه مسونیت دار زبانت رو از دروغ، فعل امره، سون نون ساکنه، نون که ساکنه و با چی میشده؟ حذف میشده. سون نون ساکنه، پس باید درستش میشد سون. اما تفوزه درسته، چون حتی اومده تفوز نیست، تفوزه، فتح داره آخرش، بنابراین این درسته، چون حتی چون ظروف ناسب است، پس فقط این غلطه. درستش باید میشده چی؟ سون. اما گزینه‌های دیگه، جمع مؤنثه، سون نبوده، نون چون ساکن بوده اولی واو حذف شده شده سون، نه سونی درسته، نون کسره داره پس واو حذف نمیشه، سونو هم درسته چون نون او داره پس واو نباید حذف بشه، درسته. بنابراین جوابش میشه گزینه 2 خطا رو خواسته بود. اما بریم سراغ تست بعدی. خطا رو خواسته پیرامون فعل‌های معتل. ببینید اینجا ریشه فعلمون چی بوده؟ وصفه بوده. خب ببین ریشه ها خیلی مهمه، دقت کن، ما یه سری تست هایی داشتیم که اصلا ویژه ریشه بود، تو تست های حتی قواعد اعلان هم دقت کن، ما هر جا که به اعلان میرسیم باید اول تشخیص بدیم ریشه چی بوده، حالا چه اتفاقی واسه شده ده. پس همه اینا برمیگرده به اون ریشه ها که برات گذاشتم تو اون صفحه ریشه ها رو دیدی هیچ جا برات نذاشته نا. تنها جایی که ریشه ها رو برات گذاشتن اینجا من بودم که برات ریشه ها رو گذاشتم، چون ریشه ها حرف اول اعلان رو میزنه، پس ریشه ها رو برو یاد بگیر حتما. خب ریشه یاسفونه و چی بود؟ وصفه بود. خب خبرت رو هست، ما یه دونه یاسفونه داریم یه دونه تشفی داریم، تشفی که مشکل خاصی نداره، یاسفونه واو چی شده؟ وصفه بود، وصفه مضارع میشد واوش حذف میشد میشد یاسفو، پس این درسته، حالا رفته صيغه سومش رو ساخته. شماره 2
یمشیانه بوده، عن ناسبه اومده نوش افتاده. خب با اینجا کاری نداریم. صیغه سه ریشه شیه، ببین ریشه باز مهمه، ریشه شی بوده؟ بیعه بوده. خب بیعه رو برده صیغه، با توجه به یا بنتی العزیز، برده صیغه طبیعینه، صیغه مفرد مؤنث مخاطب. خب حالا طبیعینه رو تو نهیش کن، لا میاد بر سرش نونش میفته میشه لا طبیعی. بس یه شکوپ هست، یه رو باز چی هست کرده؟ تو عجبه فقط زمانی حرف فعل هست میشد که بعد ساکن باشه. چند بار این قاعده تکرار شده امروز؟ درسته که این کسه داره وقتی که ما داریم اینو ای میخونیمش، پس حرف فعل نباید هست میشده. درست لا طبیعی میشده لا طبیعی، بنابراین چون خطا رو خواسته جواب همون سه باید بشه. اما چهار هم ببینیم چرا درست هستش. یعود بوده، لم که اومده دال ساکن شده، وقتی که دال ساکن شده واو باید چی میشد؟ هضم میشد. پس یک، دو و چهار درست بود و سه به عنوان گزینه خطا انتخاب شد که درستش لا طبیعی میشده. اما بریم سراغ تست بعدیمون، تست تجربی 93. ببینید باز خطا رو خواسته از ما، بریم ببینیم چرا جواب همون گزینه یک میشه. ریشه نسد چی بودش؟ نسیت بود. مثلا میخوام ریشهش نسیه بوده که اوورده به صیغه مفرد مؤنث غایب شده به صلاح نسیت. ببینید اگر نسیت بود هضم میشد، یعنی فعلهای اینو اصلا همین الان حفظش کن، فعلهای ماضی در ناقص زمانی هضم میشه تو صیغه چهارم و پنجم که عین الفعلش فتحه باشه. یعنی اگر نسیت بود میشد نسد، ولی یعنی چی داره؟ کسره داره. یعنی اصلش بوده نسیت، چون کسره داره دیگه التقای ساکنه صورت نمیگیره، پس همین نسیت باید بمونه، پس این باید نسیت میشد، پس خطا بوده، پس جواب همون یکه. اما ببینیم چرا گزینه‌های دیگه‌مون درستن. باز رجوه صیغه یکیش میشه یرجو، فعل اول جمله است، مفرد به کار میره، بعدش فاعل اومده، پس یرجو درسته. اینجا هم حتی تدعونا رو داشتیم درست بودش. تو شماره سوم قامه اومده فعل ماضی اول جمله، مؤمنون فاعلشه، فعل دوم داریم یرجو، نه یرجو نه، بس صیغه رو مؤمنون بخونه. رجوه بوده، صیغه جمع مذکر رو ساخته شده یرجوونه، دو تا واو چی شده؟ اولیش حذف شده، شده یرجونه، پس سه هم درسته. تو چهار ببینید، تو چهار ما فعل سرنه رو داریم. سرنه کجا اومده؟ ساره بود دیگه، سیاره بوده، ساره رو صرف کرده برده به صیغه جمع مؤنث، چون هن ندارم، حرف اله تو اجوفتی که بعد ساکن بود حرف اله باید چی میشد؟ حذف میشد، شده سرنه. برابر این گزینه های دو سه و چهار درست بود، همون جوابمون گزینه یک میشد. پس اما تست آخرمون باز خطا رو خواسته در اعراب فعل مضارع، سرسری ریاضی 94. اینجا مخلوط دوباره دوتا قاعده بوده، یعنی اومده در آن واحد که اعراب فعل مضارع رو خواسته مطرح کنه اعلال هم قاطیش کرده، تست قوی هستش در اصل. خب خدمت عزیزا عرض کنم که در گزینه یک این که اومده ر ساکنه، پس میدونیم که یسیر بوده، یسیرو بوده در اصل، یسیرو رو در اصل ان که آورده آخرش مجزوم شده دیگه، آخر که مجزوم شده ر ساکن شده، بعد یه رو چیکار میکرده؟ حذف میکرده، پس یک درسته. پس تو گزینه دوم ما فعل یسعا رو داریم، چون یه دونه علنه داریم که این فعل معتل نیست. یسعا باز ان شرط اومده، که من تعیزا مرز کنم که یسعا بوده، ریشه سعیه بود یادتون باشه، که حرف به صلاح علفش رو چکار کرده؟ حذف کرده در آخرش، اونم درسته. تو سه ینسا بوده، من شرط اومده، چون بچه‌ام ف اومده، جمله شرطیه، فعل ناقص وقتی که معزوم میشد حرف داد از آخرش چی میشد؟ حذف میشد. درسته ینسا باید میشد چی؟ ینسا. و جواب قاعدتا با سه باشه. اما گزینه چهار یه دونه فعل تسمعونه دارم که ریشش سمعه بوده، یه دونم عمله دارم، یه دونم فتحه دارم، اصلا ما اینجا فعل معتل نداریم و اینجا ف
فعل معتلی هم به اصطلاح نمیخواسته، اصلا گفته مجزومشو به اصطلاح بگیم که کجا خطا یا درسته در اعراب فعل، اینجا ان اومده حذف شده و درست هم هستش، مشکل به اصطلاح اعراب فعل مضارع نداره. ولی تو این سه تا قاطی فعل به اصطلاح اعراب فعل مضارع معتل هم داده، گفتم تستش به اصطلاح ترکیبی بوده، تست قوی بوده. بنابراین گزینه سوم یه رو باید چیکار میکرد؟ حذف میکرد. بنابراین چون خطا رو میخواست ما همون گزینه سه رو انتخابش کردیم. پس